آدینه 11 دی ماه 1394 خورشیدی برابر است با اول ژانویه 2016 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه ترین درودهای من و همکارم آقای سپهر رو که در قسمت فنی با من هستن بپذیرید. تبریک مخصوصی دارم برای حلول سال نو مسیحی برای در درجه اول هموطنانمون، هموطنان مسیحی، آسوری، ارمنی و تمام کسانی که این روزها رو از سالیان سال پیش جشن می‌گرفتند و برای هموطنانی که به هر حال از کشور بیرون آمدیم و در نقاط مختلف دنیا پراکنده شدیم، در نقاطی که اکثریت قریب به اتفاقشون سال نو مسیحی رو جشن میگیرن و ما هم این شانس رو داریم که با اونها در جشنشون، در شادیشون شرکت بکنیم. تهدیدها و این گرفتاری هایی رو که این گروه خوناشام و گروه های دیگری که مثل اونها دارن در دنیا آشوب میکنن، کارهای تروریستی انجام میدن، باعث شد که در بعضی از کشورها این جشن و سرور رو به صورتی که مرسوم بود امسال نداشته باشند. در بلژیک، در فرانسه، در خیابون شانزلیزه و در چند کشور اروپایی دیگر. ولی در امریکا جشن و سرور و شادی مثل همه سالهای گذشته ادامه داشت و با چه زیبایی و چه شکوهی، به خصوص در شهر زیبای نیویورک یا بیگ اپل یا سیب بزرگ امریکا، که در میدان تایمز ما شاهد حضور بیش از 1,000,000 جمعیت بودیم بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد و با شمارش معکوسی که 1 دقیقه قبل از حلول سال نو مسیحی 2016 مسیحی شروع شد و همه این جمعیت با شکوه تمام شروع کردن به شماردن ثانیه ها، این گوی زیبا و با تلالوی عجیب و غریبی که روز به روز با تکنولوژی های جدید مجهز میشه شروع به پایین آمدن کرد و رسید به اون پایین و شروع سال نو مسیحی اعلام شد و جوانان و دختر و پسرها همدیگر رو در آغوش کشیدند، همدیگر رو بوسیدند، شادی کردند، خواننده ها و هنرمندان آمدند اونجا هنرنمایی کردند و کوچکترین خدشه ای در کار این جشن بزرگ نیویورک پیش نیامد. در شیکاگو به همین صورت، در کلرادو به همین صورت، در شهرهای بزرگ دیگه سان فرانسیسکو و لس آنجلس هم به همین صورت، در شهر محل یا زادگاه الویس پرسلی یک گیتاری رو به جای اون گویی که در نیویورک ما دیده بودیم، یک گیتاری رو گذاشته بودن که باید با شمارش معکوس می اومد و به پایین اون دکلی که به شاویزون بود می رسید که گویا یه اشکال فنی پیش آمد، ولی همه با خوشحالی و شادی این رو ندیده گرفتن و به هر حال در همه نقاط دنیا، اکثر نقاط دنیا میتونم بگم، به خصوص کشورهایی که آزادی هست، مردم شادن، دوست دارن از هر فرصتی استفاده بکنن برای اینکه از این ایام بهترین بهره برداری رو بکنن. و ما متاسفانه دچار یک رژیمی شدیم که جز عزاداری، گریه و زاری، توسرزنان و بدبختی و گل به سر گرفتن چیز دیگری رو برای ما به ارمغان نیاورده. آداب و رسومی که داشت میرفت یک کمی کمرنگ بشه، ولی مجدداً این رژیم نه تنها او رو دوباره به زور اون رو به مردم ما تحمیل کرد، بلکه سنگینتر و سنگینتر کرد. در دانشگاه ها آقای رهبر فرمودن که فقط محل علم است و شادی و کنسرت و این گونه مسائل نباید باشه و روزی نیست که اینها این حلقه تضییقاتی رو که برای مردم ما به وجود آوردند تنگتر و تنگتر نشه.
تا کجا میخوان پیش برن معلوم نیست و تا کجا میتونه این پیش بره، چون این فنری که روش فشار گذاشته میشه که مردم ما باشن به هر حال یه جایی تحمل این همه فشار رو نخواهد کرد و خواهد جهید. این چیزی است که در طول تاریخ همیشه ما شاهدش بودیم و امکان ادامه یک چنین شرایطی وجود نداره. کی؟ تا چند سال دیگه. اون دیگه نیاز داره به یک پیشگوی خیلی زبردستی که نه من و نه شما نیستیم. به هر جهت امیدواریم که هرچه زودتر مردم ما از شر این حکومت جهنمی که واقعا جهنم کرده مملکت ما رو نجات پیدا بکنه. خبرهایی که از ایران میرسه، آلودگی هوا، مسئله آلودگی رودخانه ها، مسئله از بین رفتن دریاچه ها، مسئله ریزگرد ها، اینها تمام مسائلی است که این روزها در رأس خبرهای بین المللی هست و گویی که این کسانی که در اون مملکت صاحب قدرت هستند خواب هستند و متوجه مهم بودن و در واقع خطری که این مسائل متوجه مردم ما کرده که اگر همین امروز هم بخوان در صدد چاره بر بیان ممکنه که سالها طول بکشه و من میتونم به صورت خیلی جدی و قاطع عرض بکنم که به سن من یکی قد نمیده، سن بنده که دیگه چیزی زیادش نمونده، ولی به سن بسیاری قد نده، برای اینکه این لطمه ها وحشتناکه. موشک پرانی های جمهوری اسلامی کارهای غیر معمولی رو که انجام میده، انگشت شیطنت روسیه در تمام این مسائل، تمام اینها مسائلی است که واقعا موجب نگرانی بسیاری از هموطنانی شده که دلشون به خاطر اون مملکت میسوزه و قلبشون به خاطر اون مملکت میتپه. اجازه بدین من از فرصتی که بار دیگر دست داده که با آقای مهندس شریعت مداری باشم استفاده بکنم و اینجا پیش گفتارم رو تموم بکنم، برویم و با شما بنشینیم پای صحبت‌های آقای حسن شریعت مداری و نکات مهمی رو که میتونیم از ایشون بشنویم و اطلاعاتی رو که هم مثل همیشه در اختیار من و شما میگذارن. این شما و این صحبت من با آقای حسن شریعت مداری. خب بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه خدمتتون اطلاع دادم، امروز مهمان ارجمند برنامه آقای مهندس حسن شریعت مداری هستن که از نظر دقت کارهاشون و خوشقولیشون من همیشه واقعا مدیون محبتاشون هستم که هرگز نشده که قراری ما با هم بگذاریم و یک ذره پس و پیش بشه. از راه دور خدمتشون سلام میکنم در آلمان و سال نو رو پیشا پیش خدمت ایشون و خانواده بسیار محترمشون تبریک عرض میکنم. من هم سلام دارم خدمت شما جناب اعجازی و همیشه مشمول سخنان بسیار مرحمت آمیز شما هستم، تشکر میکنم و همچنین سال نو به شما، خانواده محترم و همه ایرانیان عزیزی که در کشورهایی با تقویم میلادی زندگی میکنند و هموطنان مسیحی هم تبریک میگم. امیدوارم سالی مملو و سلامتی، آرامش و صلح و امنیت برای همه جهان باشه. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای مهندس شریعت مداری. فکر کردم امروز فرصت خوبی باشه برای اینکه یه مروری بکنیم با اطلاعات ذی‌قیمت شما به آنچه که در سال گذشته به خصوص در رابطه با کشورمون اتفاق افتاد و مسئله برجام، مسئله این اقدامات تروریستی در نقاط مختلف دنیا و این اتفاقاتی که الان در شرف وقوع هست، با سخنان تند آقای روحانی که به کلی با اون چه که از قبل شنیده بودیم متفاوته و به هر حال موشک پرانی ها و کارهای عجیب و غریبی که دوباره جمهوری اسلامی شروع کرد. من در خدمتتون هستم. بله،
متاسفانه من حضور ذهن نداشتم تا لیست دقیقی آماده کنم از رویدادهای سال قبل، ولی تا اونجایی که در خاطرم هست میگم و تقاضا دارم اگر نکته ای از یادم رفت شما بفرمایید تا راجبش شرح بدم. در خدمتتون خواهم. به نظر من خب مهمترین اتفاقی که در عرض یک سال میلادی قبل میشه در مملکتمون در حقیقت در صدر اتفاقات اون رو ذکر کنیم، به بار نشستن مذاکرات چندین ساله بحران اتمی بین ایران و 5+1 بود که به انعقاد یک تفاهم نامه یا برنامه اقدام عمل مشترک به عنوان برجام منجر شد. این نقطه عطفی خواهد بود در مناسبات ایران و غرب به خصوص آمریکا از جهات مختلف، حتی اگر به کندی پیش بره یا با دستاندازهای گوناگونی روبرو بشه. همچنین اثرات فراوانی در داخل ایران خواهد داشت و بر روی خود نظام هم بسیار اثرگذار خواهد بود که اون رو در طی تحلیل‌های مختلف بنده عرض کردم. اخیراً هم مقاله‌ای نوشتم که در گویا علاقمندان میتونن ببینن به عنوان سپاه پس از برجام، و پیش بینی کردم که سپاه هم در گذار از این تغییرات جدید به احتمال قوی نخواهد توانست که یک پارچه بمونه. علاوه بر این تغییر بزرگ که در حقیقت نقطه عطفی در داستان زندگی و تاریخ جمهوری اسلامی است، اتفاقات مهم دیگری که در کشور افتاد وخامت همه جوانب محیط زیست است که نتیجه 37 سال ندانم کاری جمهوری اسلامی و استفاده بیرویه و غلطش از طبیعت و آلودن طبیعت با تکنولوژی ناکارآمد و با فساد و با رانتخاری که مانع در حقیقت اداره بهینه مملکت به خصوص در جهت اطلاع محیط زیست میشه. ما اکنون در اثر تمرکز بیش از حد این نظام صاحب کلان شهرهایی شدیم که به طور طبیعی هم تنفس در اونها سخته. در این کلان شهرها میلیون ها انسان زندگی میکنند که وسایل نقلیه‌ای رو ازش استفاده میکنند که سوخت بسیار ناقص و خرابی خارج از استانداردهای بین المللی داره. آلاینده های محیطی مانند کارخانه هایی که نباید تا مسافت بسیار دوری از شهرها امکان اجازه کار داشته باشند با پرداخت رشوه و یا وابستگی به جناح‌های صاحب قدرت درست در جوار شهرها منزل گرفتند و هیچ کدام از اینها در حقیقت دود کارخانه ها رو فیلتر نمی کنند، چون هزینه اضافی داره، از نفوذشون استفاده می کنند. سرریز فضولات این کارخانه ها به رودخانه ها میره، آب ها را می آلاید. استفاده بیرویه از آب ها در حقیقت سطح آب بسیار ضروری، یعنی منابع آب حیاتی رو به حدود بحرانی رسونده و ما مواجه با خشکسالی های حیرت انگیز هستیم. رودخانه های ما می خشکند، بادهای وحشتناکی که شن می آورند به خاطر عدم توجه به این که باید در مسیرشون گیاهای کاشته بشه که این ریز شنها و ریز گردها نباید به شهرها برسند، تنفس رو بر مردم سخت می کنند. آب ما بسیار آلوده است و همچنین شهرهای بزرگ به خصوص تهران در گسلهای زلزله خیزی ساخته شده که دیر یا زود ممکن است تبدیل به یک ویرانه بشه. همه اینها نشان می‌دهد که امروز داشتن حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی که در حقیقت کشور را می‌توانند با فساد کمتری اداره کنند و کارآمدترند، دیگه یک خواسته اخلاقی صرف نیست که فقط حقوق مردم رو در اون رعایت می‌کنند یا به مردم کمتر اچاف می‌کنند. در حقیقت
حکومت‌های استبدادی و اقتدارگرا به علت فسادی که در اونها غیر قابل کنترل و تولید میشه و تمرکز بیش از حدی که مجبورن برای اعمال اقتدارشون به اون دست بیازن، به حکومت‌های ناکارآمدی تبدیل میشن که محیط زیست را هم قابل سکونت نمی‌کنن، اقتصادشون ورشکست است و کشور را نمیتوانند اداره کنند. کشور به تدریج به فیل استیت یا دولت ناکارآمد تبدیل میشه و این چیزی است که در ایران رخ داده و ما اگر امروز دقیق ببینیم اقتصاد ما در بحران، محیط زیست ما بحرانی است، روابط ما در با جهان در بحران بزرگی است و ما حداقل یکی از عوامل بسیار مهم به وجود آوردن آن چیزی هستیم که در سوریه و عراق امروز در جریان، البته کسان دیگری هم هستند هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان، ولی ما یکی از بازیگران اصلیش بودیم. خیلی متشکرم. بنابراین این نشان میدهد که چنین حکومت‌هایی در قرن 21 در حقیقت لیاقت حکومت رو ندارن، صرف نظر از اینکه از جنبه اخلاقی نیست حقوق مردم رو پایمال میکنن. همچنین در سال گذشته ما مترادف بود با افت قیمت نفت، این شاید بزرگترین حادثه دیگری بود که زندگانی مردم رو در ایران تحت تأثیر قرار داد، به خاطر اینکه بودجه دولت بر اساس نفت بارلی 70 دلار تنظیم شده بود و امروز به زحمت ایران میتواند بارلی 35 دلار از فروش نفت وصول بکنه. این را بگذاریم در کنار ترند یا آهنگ کاهش قیمت نفت که ممکنه از این هم بدتر بشه، بنابراین درآمد دولت کمتر از نصف مبلغی است که در بودجه پیش بینی شده و این آثار خودش رو در همه چیز خواهد گذاشت، ولی همچنان ما مشغول ایجاد بحرانیم و این بحران و رقابتی که در منطقه به خاطر دعوای ایدئولوژیکی که با همسایگان خود داریم در اساس سیاست خارجی ما رو تشکیل میده، در همه این امور و به خصوص در قیمت نفت و رقابتی که عربستان سعودی در صدور بالای نفت میکنه اثر داره و همچنین در کنار همه اینها به تدریج مقدار بیشتری از بودجه باید صرف تسلیحات نظامی، صرف حضور نظامی ما در منطقه بشه و به همون نسبت از بودجه تعلیمات، بهداشت، رفاه اقتصادی و همه چیز دیگر کم بکنه. اگر این سه نکته اصلی رو که گفتم کنار بگذاریم و یکمی در سطح منطقه بخوایم صحبت کنیم، همکاری ایران و روسیه که از همکاری‌های مقطعی به تدریج به یک همکاری استراتژیک فراروییده و در حقیقت جمهوری اسلامی یا با همفکری که با روسیه داشته یا با ترغیبی که روسیه رو کرده او را به صحنه جنگی تمام عیار در سوریه کشانده و یک جنگ نیابتی را که در بین رقبای منطقه‌ای بود به یک بحران بین المللی تبدیل کرده از مهمترین اتفاقات سال گذشته است. در کنار این بسته شدن کارخانه ها، زیاد شدن اعتصابات، افزوده شدن بر تعداد اعدام ها و نقض حقوق بشر هم چیزهایی است که جامعه رنج میده و همچنان در دوره دولت آقای روحانی ادامه داشته، از میزان اعدام ها کم نشده و نقض حقوق بشر هم به طور فاحش در ایران ادامه داره. فکر میکنم اینا مهمترین اتفاقاتی است که متاسفانه از هیچ کدام بوی خوشحالی و مسرت نمیاد و انسان ناچار است که هموطنان خودش رو در آستانه سال نو با اخباری ناهموار و ناهمسرشت با سال نو و سال جدید بیازارد، ولی چاره‌ای جز گفتن حقیقت نیست. بی‌نهایت ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. در مورد این وضع هوا که باعث شده بود که به خصوص در شهرهای بزرگ تهران، اصفهان و چند شهر بزرگ دیگه مدارس رو تعطیل کردند و همونطور که اشاره کردید این بنزین ابتکاری آقای احمدی نژاد، آقای جناب آقای دکتر احمدی نژاد باید بگیم با اون تفکر بی‌نهایت
سازندهی که داشتن و واقعا کارهایی که این آدم کرده سالیان سال ممکنه که نشه جبران کرد، لطماتی رو که زده به کشور ما، به محیط زیست ما، با اون بنزینی که ایشون اختراع کرد از طریق استفاده از کارخانه های کود شیمیایی و این اتومبیل هایی که کوچکترین استاندارد بین المللی رو رعایت نمی کنن و دولت نه تنها جلوی اونها رو نگرفت، آمد و سوبسید هم داد که بتونن مردم برن بیشتر اینا رو بخرن و در خیابون های تهران را بندازن. این رو به چه صورت میبینید؟ واقعا با هم دیگه صحبت میکردیم، من خدمتتون عرض کردم اینا حتی به فکر افراد خانواده خودشون هم نیستن، یعنی مملکت رو دارن به یک مخروبه تبدیل میکنن. و بعد تعجب آور و تاسف آور اینه که افراد تحصیل کرده ما هم یه عدهشون هنوز دنبال این رژیم هستند و ما اینجا داریم کسانی که یقه جر میدن برای این رژیمی که در کارنامه سالیان سالش کوچکترین نکته مثبتی وجود نداره که آدم دلش خوش باشه بگه حداقل این یه کار خوبم اینا کردن. بله متاسفانه علاوه بر اینکه فرهنگ محیط زیست در مملکت ما به تدریج داره ایجاد میشه و در حکومت اصولا ایجاد نشده، دلیل اینکه میگم اصولا ایجاد نشده در حقیقت مستند به حرفهایی است که خواهم زد، وگرنه خانم ابتکار سخنرانی های زیبایی میکنه ولی همچنان جنگل ها قطع میشن، همچنان آب رودخانه ها آلوده است، همچنان هوا را نمیشه تنفس کرد و همچنان ما منابع آبیمون در خطره و هیچ کار قابل توجهی در دوره آقای روحانی هم نشده. نه تنها نشده بلکه همین دولت که میداند دستگاه های خودروسازیش یکی از بزرگترین وسائل آلوده سازی هوا را، یعنی خودروهایی رو که کاربراتورهای اونها آخرین تکنولوژی رو ندارند، بنزینی که در حقیقت افزوده ها مواد افزوده لازم را برای اینکه هیدروکربن اضافی به هوا نده و هوا را نیالاید نداره، تکنولوژی ماشینالات ناقصه، سوخت اونها عوض این که هر 100 کیلومتری مثلا 7-8 لیتر باشه با از 12-13 لیتر در 100 کیلومتر شروع میشه و بعد از چند سال کار به 16-17 لیتر در 100 کیلومتر میرسه، موتورها خرابن، معاینه فنی هر 5 سال یک بار انجام میگیره و عمر بعضی از این خودروها از عمر جمهوری اسلامی بیشتره و با سرهمبندی در خیابون راه میرن. با این وجود کارخانه هایی که چنین خودروهایی رو تولید میکنن چنان لابی قوی دارن و چنان مراکز نفوذی از اونها حمایت میکنه که همین دولتی که میبیند وضع هوا اینطوره بودجهی تصویب میکنه و بانک ها رو وادار میکنه که وام بدن به مردم و مردم بروند ماشین هایی رو که نمی خریدند و در پارکینگ ها ایستاده بود بخرند و با اضافه شدن هر کدوم از این ماشین ها و ماشین هایی که در پارکینگ های ایران خودرو و سایپا و دیگر کارخانجات پارک شده بود و خریدار نداشت، یک آلاینده جدید به محیط زیست اضافه کنند و تنفس را بیشتر و سختتر برای هموطنانمون بکنند. این معنیش اینه که همچنان ایجاد اشتغال موقت در مورد خودرویی که زیان رسانه به خاطر اینکه از اون طرف این مردم سرطان میگیرن، سل میگیرن، انواع ناراحتی های هنجره رو میگیرن و دولت مجبور است در بیمارستان ها به وسیله بیمه ها هزینه اضافی درمون اینها رو بده و نه تنها سابسیدی رو به این کارخانه های اتومبیل میده، هزینه بسیار زیادی هم در درمان افراد میکنه و جون افراد رو هم در حقیقت به بازی میگیره. از اون طرف دیگه این دستگاه های میکروویو بزرگی که رادارها رو نشانه میگیرند و در حقیقت ماهواره ها رو نشانه میگیرند همچنان در تهران کار میکنند و اینها هم باعث افزایش امراض میشن. بنابراین آقای روحانی به هیچ وجه اولویتش یک اولویت محیط زیستی نیست، اولویت اشتغال زایی و
به قیمت ضرر در بقیه حوزه است، برای اینکه این اشتغال زایی است که در حقیقت شاخص موفقیت مصنوعی برای دولته و ممکنه که چند رأی رو در انتخابات به نفع او و همکارانش در اثر اشتغال زایی به صندوق بریزند. و از اون طرف دیگه چون دید امنیتی است، مهم این است که کارگران بیکار نشن و بر علیه این نظام دور هم جمع نشن، اعتصاب نکنن و اقدامی نکنن که امنیت این نظام به خطر بیفته. ولی به هیچ وجه ملاحظه نمیشه که شرایط محیط زیست به قدری وخیمه که خانواده خود آقای روحانی، خانواده اعضای کابینه و همه دیگر به اندازه همه مردم دیگه، اگه نگیم اندکی کمتر، زندگیشون در خطر. ممکنه اونها در طبقات بالای ساختمان‌های مرفعی در شمال شهر زندگی کنن، ولی وقتی هوا خرابه، حالا یه مقدار در پایین شهر هوا بدتره ولی در بالای شهر باز هم قابل تنفس نیست و مسلماً دیر یا زود اونها هم امراضی رو که فقرا خواهند گرفت، اغنیا هم از همون امراض میگیرند و در نتیجه این یک دایره شیطانی است که یخه همه رو خواهد گرفت. متاسفانه هیچ اقدام ضروری در این زمینه نشده. اولین اقدام ضروری این هست که هر چه زودتر بعد از اینکه implementation date، یعنی مثل اینکه تاریخ اجرا، بله، یعنی روز شروع رفع تحریم ها در نیمه اول ژانویه خواهد بود، انجام شد، به نظر من اگر دولت مسئولی باشه اولین کار این هست که این صنایع خودروسازی رو هر چه زودتر تغییرات اساسی بهش بده تا هوای شهر حداقل قابل تنفس باشه و کارخونه ها رو هر چه زودتر به فیلترهایی که دودشون هوا رو نیالایت مجهز بکنه. و اینها اقداماتی خیلی مهمتر از اشتغال زایی یا افزایش چند تومن به نرخ به مزد این آن است، چون بیشتر از اون رو باید پول دوا بدن. بچکه آقای مهندس شریعت مداری، نکاتی که اشاره کردید، مسئله خوش شدن رودخانه ها و دریاچه ها و مسائلی که بخوایم برشماریم بی‌نهایت زیاده، از شروع اجرای برداشته شدن تحریم ها به موجب برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک، در یکی دو هفته آینده در واقع نام بردید، امروز و یعنی از طی دو سه روز گذشته به دنبال موشک پرانی هایی که دوباره جمهوری اسلامی کرده و قرارهایی که داشته که طبق اون قرارها موشک هایی در یک به اصطلاح برد معین رو، بالاتر از یه برد معین رو نباید داشته باشن، این کار رو دوباره شروع کرده، نزدیک شدن به ناوگان امریکا در خلیج فارس، اونجا یه مقداری شیطنت کردن. اینا باعث شده که الان کسانی که در خارج از کشور، در امریکا به خصوص، با اقدام جامعه مشترک، با این برجام موافق نیستن، صداشون بلندتر بشه. در داخل ایران هم موجب خوشحالی عده‌ای شده که خطر تهدیدشون میکرد که منافع بادآورده و تاراجی که میکردن جلوش گرفته بشه. و بعدم سخنان تند آقای روحانی و بسیار تهدیدایی که ایشون کرده که ما نشنیده بودیم در طی این یکی دو سال گذشته از شخص او. حالا ممکن بود آقای خامنه ای که همیشه اون رجزخانی خودش رو داشته، ولی این رو به چه صورت میبینید؟ آیا ممکنه واقعا این توافق نامه یا این اقدام مشترک دچار تأخیر یا کلن دچار توقف نشه؟ البته اینکه رفع تحریم ها دچار تأخیر بشه موکول به اینه که ایران در چه حدی این موشک ها رو با چه تجهیزاتی آزمایش کنه. به هر صورت اون که در برجام آمده موشک های بالستیکی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشن
تحقیق درباره شون 8 سال ممنوعه. اگر ثابت بشه که چنین کاری ایران کرده، برجام یک دلیل داره که متوقف بشه و این دیگه بستگی به تصمیم 5 به علاوه 1 هست که چه عکس‌العمل نشون بده. ولی اون چی که امروز سپاه در حقیقت منکر اونه و قبلا میگفت آزمایش کرده، موشک هاییست که آقای روحانی به دلایلی که خواهم گفت تأکید کرده که باید درست کنن و ادامه بدن، و اون موشک های بالستیک است که هنوز قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارن. البته میدانید در حقیقت گذار از موشک های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارن به موشک های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارن چندان سخت نیست و تکنولوژی پیچیده‌ای نداره. به هر صورت احتمالاً آمریکایی‌ها و غربی‌ها به شدت مواظبند که اگر چنین چیزی پیش اومد عکس‌العمل نشون بدن. اما اون چی که این روزها میگذره، در حقیقت آقای روحانی از یک طرف میخواهد استفاده انتخاباتی بکنه و مخالفین خود رو در سپاه رشوهی بشون بده که بلکه نرمتر بکنه، از اون طرف دیگه میخواهد اقتدار خودش رو نشون بده و بگوید که این فقط رهبر جمهوری اسلامی نیست که به سپاه دستور میده، او هم از طریق وزیر دفاع میتونه چنین فرمانی رو به سپاه بده و این یک نوع اظهار وجود در مقابل روش مألوف رؤسای جمهوری گذشته جمهوری اسلامی بود که معمولا مستقیما دستوری به سپاه نمیدادند و این دستورات رو رهبر میداد. این دفعه تا اونجایی که من در خاطرم است، این دفعه اولیست که چنین پدیده رو ما ناظرش هستیم. از طرف دیگر ببخشید آقای مهندس، ببخشید بین صحبتتون، آیا همچی قدرتی رو داره طبق قانون اساسی ایران؟ خب وزیر دفاع جزء کابینه است. بله، ایشون به یکی از اعضای کابینه خودش همه چیز میتونه بنویسه. اینکه چقدر عمل میشه مسئله دیگری است. صحیح. به هر صورت در سپاه ایشون نفوذی نداره، که برای اینکه وزیر دفاع هم یک وزیر ستادی است و در حقیقت سیستم پیچیده‌ای از فرماندهی در سپاه وجود داره که وزیر دفاع فقط یکی از اونهاست. و اینطور نیست که نامه‌ای که ایشون به وزیر دفاع می‌نویسه عیناً ترجمه‌اش یک اقدام عملی در سپاه باشه. ایشون در حقیقت روغن ریخته رو نزد امامزاده کرده. کاری رو که سپاه میکنه ایشون هم دستور داده. اینطور نیست که با دستور ایشون چیزی آغاز بشه یا جلوی چیزی گرفته بشه. این همین کاریست که سالها سپاه میکنه و امروز یکی از سرداران سپاه گفته ما به قدری موشک تولید کردیم که جا برای نگهداریشون نداریم. بنابراین این دستور ایشون فقط یک جست تبلیغاتی و یک اظهار وجود بیشتر به نظر من نبوده. آقای روحانی و دولت ایران میگن که برجام متضمن موضوعی در مورد کوشش های دفاعی ایران برای تولید موشک های میانبرد و غیر مجهز به کلاهک اتمی نیست و کوشش های دیگر نظامی ایران هم ربطی به برجام نداره. البته آمریکا هم ممکن است بگوید که تحریم هایی هم که ما میگذاریم ربطی به تحریم های سابق برجام نداره و تحریم های جدیدی است که دقیقاً سپاه و یا افرادی رو شامل میشه که در این حیطه ها فعالیت میکنند. باید در نظر داشت که به هر صورت برای آمریکا هم به وجود آوردن یک ائتلاف بین المللی که چنین تحریم های جدیدی رو اونها هم ازش تبعیت بکنن بسیار سخته. به حداقل روسیه حتما چنین تحریم هایی رو اعمال نخواهد کرد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که گروهی در ایران هستند که میخواهند روابط با روسیه همچنان یک روابط قوی استراتژیک بمونه و عالمان آمدن تحریک میکنن تا آمریکا تحریم هایی بگذاره که این تحریم ها باعث بشه که وابستگی ایران به روسیه اجباراً قوی تر بشه، چون فقط روسیه است که تحریم نخواهد کرد
و بنابراین سپاه هر روز بیشتر و بیشتر وابستگیش به روسیه قوی تر خواهد بود. شاید این بازی است که عده‌ای در سپاه در میارن و ممکن است که آمریکا متوجه چنین چیزی است، چون امروز دیدم در وال استریت ژورنال نوشته که آمریکا هم اعمال این تحریم ها رو به تأخیر انداخته و به این زودی نمیخواد اعمال کنه تحریم های جدید. بله. بنابراین امکان این رو داره که چنین بازی رو آمریکا هم متوجه. خیلی متشکرم آقای مهندس شریعت مداری. این اقداماتی رو که ما در ایران شاهدش هستیم یک بهانه و به اصطلاح خودمونی گزکی میده دست آقای نتانیاهو. او در صحبتی که همین یکی دو روز اخیر، شاید هم همین امروز که جمعه هست، کرده، گفت ایران رو گذاشته در ردیف داعش، یعنی جمهوری اسلامی رو ببخشید، و یا اینکه ما در صحبت‌های این داوطلبان شرکت در ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری امریکا بعضی وقتا میبینیم که بعضی از این افراد که پا پیش گذاشتن و متاسفانه اکثرشون هم از سیاست بین المللی و شرایطی که مطرحه به خصوص در خاورمیانه زیاد اطلاعی ندارن، ملت ایران رو یعنی به عنوان تروریست نام میبرن. دونالد ترامپ در صحبتهایی که کرده بارها به عنوان تروریست نیشن، ایران تروریست نیشن، ملت تروریست. فکر نمی کنید که این کجروی ها، این نابخردی ها و این کارهایی رو که ما شاهدش بودیم در طی این 37 سال موجب شده که یک چنین مسائلی پیش بیاد و یک چنین برچسبایی رو به مملکت ما و مردم ما بچسبونه؟ بله، خب از این حیث کاملا واضحه که در حقیقت به وجود آمدن یک نظام نابخرد ایدئولوژیک که به خصوص در سالهای اول انقلاب بسیار هیجانی و نپخته عمل میکرد و اکنون هم چیزی دست کم از اون روزها برای عده‌ای از فعالین در سپاه و نیروهای امنیتی نداره، لطمه بزرگی به حیثیت ایران و ایرانی زد و ما هر چقدر در دنیا استدلال کنیم که ما ملتی هستیم جدا از نظام سیاسیمون، در عرف بین المللی این کار خیلی جا نمیفته و به هر صورت آدم های سوء استفاده گری مانند آقای دونالد ترامپ پیدا میشن که ما رو متهم کنند. ولی علاوه بر اون، چیزی که آقای نتانیاهو میگه یک خط سیاسی است برای مذاکراتی که در وین در جریان خواهد بود برای رفع بحران در سوریه، برای اینکه اونجا قرار هست سازمان‌های تروریستی رو لیست کنند و معلوم بشه که با کدام سازمان‌ها باید جنگید، با کدامشون باید ائتلاف کرد. تمایل عربستان سعودی این بوده و اسرائیل هم این است که سپاه مانند داعش در زمره سازمان های تروریستی قلم داد بشن. برای اینکه دخالتی که ایران در سوریه میکنه طبق عرف بین المللی بنابرای درخواست بشار اسد که هنوز رئیس جمهور اون کشوره و بنابراین ایران را نمیتوانند به عنوان مهاجم یا اشغالگر محکوم کنند، ولی سپاه رو به عنوان تروریست اگر به اندازه کافی زور داشته باشند میتونه. در مذاکرات وین بسیار مهمه که این لیست تروریست ها در حقیقت تنظیم بشه و همه اجماعا اون رو قبول کنن، معلوم بشه که جبهه دوست کجاست، جبهه دشمن کجاست، با کی باید جنگید، تا همکاری بین ایران و روسیه از یک طرف و آمریکا و متحدینش از طرف دیگه ممکن باشه. ولی اگر کوشش بر این باشه که سپاه رو در لیست تروریست ها بگذارن، تقریبا میتوان به یقین گفت که روسیه مخالفت اساسی با اون خواهد کرد و بنابراین در حقیقت یک چنین توافقی پایه های اساسی خودش رو که تفاهم آمریکا و روسیه است در این قرارداد صلح از دست خواهد داد، مگر اینکه بگوییم که چنان توافقات اساسی به تدریج بین آمریکا و روسیه بشه که روسیه بر طبق
اون که در تاریخ ازش دیدیم به راحتی حاضر بشه که ایران رو زیر پای خودش بگذاره، جمهوری اسلامی رو، و از فراز سر جمهوری اسلامی در حقیقت با آمریکایی‌ها بسازه. هنوز علائمی از چنین توافقی بین روسیه و آمریکا دیده نمیشه. بنابراین دقیقاً آقای نتانیاهو میداند چه کار میکنه و او با خیال راحت تری به شهرکسازی در سرزمین های شهرک های فلسطینی اقدام خواهد کرد و خواهد توانست که از زیر ضرب مقالات انتقادآمیز و اخبار اول دنیا خودش رو خارج کنه. شاید به این دلیل نمیخواد که این قضیه حل بشه. دلایل دیگری هم داره البته، و اون این هست که فکر میکنه یک محور فشاری بر اعراب شده تا اینکه وجود اسرائیل رو به رسمیت بشناسند و در مقابل خطر ایران با او هم پیوند بشن. هر چقدر خطر ایران بزرگتر بشه و هر چقدر این مذاکرات شکست بخوره و طولانی تر بشه، احتمال اینکه عربستان سعودی هم مانند ابوظبی به تدریج اجازه بده تا اینکه اسرائیل دفتر خودش رو در ریاض باز کنه بیشتر خواهد بود. این چیزیست که اسرائیل هم دنبال نمونه، بنابراین این خط رو تحقیم. خیلی متشکرم آقای مهندس شریعت مداری. منظورتون نخست وزیری اسرائیل بود؟ نه ببخشید، بله نخست وزیری اسرائیل، من اشتباه لفظی هستم. بله بله متوجه شدم، نخست وزیری آقای نتانیاهو. آقای مهندس، امروز یکی از مقامات ایرانی گفتن که ما هزینه تولید نفت برای ما هر بشکه در حدود 10 دلاره و بنابراین همین رقم 35 دلار و غیره هم در این حد به ما لطمه ای وارد نمیاره. این ادعی با نیشخند به این گفته ایشون نگاه کردن. شما نظرتون چیه؟ آیا واقعا ایران با این کهنگی و فرسودگی تجهیزات استخراج نفتش، با توجه به اینکه عمر چاهای نفت ایران، چاهایی که الان مورد بهره برداری هست، خیلی زیاد هست، آیا واقعا این ادعا رو میشه جدی گرفت؟ هزینه تولید نفت ایران رو طبق اظهار خودشون بین 10 تا 12 دلار و کسی رقم دقیقی نمیده، میشه حد زد که چاها چون کهنه است این هزینه شاید بیشتر باشه. ولی به هر صورت گپی بین قیمت فروش نفت و هزینه تولید همواره وجود داره. ولی مسئله اون نیست، مسئله اینه که ایران بودجهش رو بر اساس 70 دلار تنظیم کرده و هر چقدر ایران بخواهد که تولید خودش رو بالاتر ببره، قیمت نفت بیشتر سقوط خواهد کرد. همانطور که عربستان سعودی مجبور شد بودجه خودش رو یک بودجه ریاضتی اعلام کنه و بسیاری از اقلام رو گرون کنه، این کار خواه نخواه در ایران به طریق اولا اتفاق خواهد افتاد و با همه رجزخانی آقای زنگنه، این گپی که بین هزینه استخراج و فروش نفت هست کافیه برای هزینه های جاری بودجه دولت نخواهد. خیلی متشکرم آقای مهندس شریعت مداری. این مسائلی که الان در صحبتی که کردیم قبلا با هم دیگه، اگه ممکنه بد نیست که توضیح بیشتری بدید، این شیطنت هایی که در ایران میشه در رابطه با برجام و این صحبت هایی که به هر حال اونطوری که شما اشاره کردید آقای روحانی منظورش اینه که هم به نعل بزنه هم به میخ، برداشت من از گفته شما این بود که با سپاه داره یه مقداری خوشرفتاری و شاید وعده هایی رو میده که سپاه رو خوشحال کنه، معذالک بازتاب این صحبت های آقای روحانی فکر نمی کنید که موجب بشه که یا به تأخیر بندازه، سوالی که قبلا هم مطرح کردم خدمتون، یا به تأخیر بندازه برداشته شدن این تحریم ها رو و یا اینکه به طور کلی برجام رو دوچار توقف بکنه؟ بله هنوز خیلی زوده که ما بگیم که برجام در اثر این کارها متوقف میشه، ولی به هر صورت لطمه خواهد زد، اعتماد متقابل رو از هم از بین خواهد برد.
و جبی رو ایجاد میکنه که در اون از همکاری اثری نخواهد بود و بیشتر سوء ظن حاکم خواهد شد. همونطور که در من در مصاحبه های قبلی گفتم، مسئله بحران اتمی ایران با وضعیت منطقه شدیداً در هم تنیده و متحدین منطقه‌ای آمریکا شدیداً نگران تسلیحات موشکی ایران هم هستند، همونطور که شدیداً نگران تسلیحات اتمیش بودن. بنابراین آمریکا مجبوره که راهی پیدا بکنه و جلوی این جاه طلبی های سپاه رو در زمینه موشکی هم بگیره، همونطور که راهی پیدا کرد و جاه طلبی های نظام جمهوری اسلامی رو در زمینه اتمی گرفت. این تازه آغاز کاره. این که چقدر بخوان در حقیقت در این زمینه پیش برن معلوم نیست، اما اون چی که معلوم هست این موشک ها به قدری غیر دقیق هست که ایران در هیچ کدوم از نبردهای منطقه‌ای خودش قادر به بکار بردن اونها نیست. تو نبردهای منطقه‌ای نبردهای در شهرها و خونه ها هستن و این موشک ها رو فقط میشه به دست حزب الله لبنان داد تا به هر جای کشوری مثل اسرائیل بزنه و اغلب اونها هم در حقیقت در هوا به وسیله گنبد آهنین شکار بشه. اما خود ایران در هیچ کدام از نبردهایی که در منطقه در جریان در عراق و نه در سوریه بر علیه داعش نتوانسته این موشک‌ها رو به متحدین خودش بده یا خودش ببره و از اون استفاده کنه و دائما سردارانش به وسیله تکتیراندازان طرف در حقیقت شکار شدن و از بین رفتن. بنابراین ارزش واقعی این موشک‌ها اونی نیست که تبلیغ میشه. اون که این وسط مهم هست، این وسیله ایست برای اینکه این دو جناحی که در نظام ایجاد شدن، جناح روسوفیل یا طرفدار سیاست روس و جناحی که به غرب و آمریکا نزدیکتره، با هم یک بازی شطرنجی بکنن. خیلی متشکرم آقای مهندس. یکی دو دقیقه وقت داریم. در این یکی دو دقیقه این اختلافاتی رو که بین روحانی و جبهه‌گیری رفسنجانی الان در مقابل گروه‌های دیگر هست، تا چقدر جدی میدونید و آیا رفسنجانی بار دیگر داره سر بر می‌داره و یا اینکه باید او رو تمام شده تلقی کرد؟ ببینید، خیلی وضعیت آقای رفسنجانی بستگی داره به اینکه در مجلس خبرگان چه آرایی به دست بیاره، آیا رد صلاحیت بشه یا نه، و آیا آقای خامنه ای در وضعیت سلامتی هست واقعا که در چند سال آینده قادر به کار کردن نباشه. اگر تا اون موقع رفسنجانی حذف نشده باشه، محور رفسنجانی، روحانی، اصلاح طلبان و خانواده خمینی ممکن است بخشی از سپاه رو جذب خودش بکنه و این بخش سپاه و نیروهای امنیتی اگر جذب این جبهه بشن، اینا یک نیروی واقعی خواهند داشت که در مقابل جناح مقابل بایستن. اگر این اتفاقات به این ترتیب که در ذهن ایناست نیفته و در حقیقت در سپاه چنین جدایی عملی نشه یا اینها نتونن بخشای از سپاه رو جذب کنن، نیروی کافی برای این هماوردی که روز به روز داره خشنتر میشه نخواهد. آقای مهندس حسن شریعت مداری، بی نهایت سپاسگزارم. بار دیگر سال نو رو به شما و خانواده محترمتون تبریک میگم. از شما خداحافظی میکنم و تا فرصت دیگری که مزاحمتون خواهم شد براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، برای بینندگانی که با ما بودید و همچنین، و تشکر میکنم از سپهر عزیز که امروز با زحمت زیاد باز بار پخش برنامه رو به عهده داشت. تا هفته دیگر من از شما و همکارانتون متشکرم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.